یه دکور شیک هم داره. خب این هوای قیمتش زیاد فرقی نمیکنه. هر تمیز بلوارا. اینجوری. درود فراوان خدمت شما عزیزان. الان میخواید بگید کجای من؟ الان نقشه بهتون نشون میدم. ما الان داخل منطقه 20 یا همون منطقه حالا شهر ری، اینجا میدون نماز را نمیتونم در گذشته چه اسمی داشته. دست چپمون میره خیابون امام حسین که امروز قصدمونی که بریم داخلش، میره سمت خیابون شهر ری، اون برم میره سمت شابدالعظیم. دست راست من میره محله جوانمرد قصاب و اتوبان آزادگان. میدونی که اینجایی بخوای حساب بکنی، اگه به سمت شرق بریم میریم سمت پاکتشت و ورامین، به سمت غرب بریم میریم رباط کریم و اسلام شهر. یکی از جنوبی ترین، یعنی جنوبی ترین نقطه تهران محسوب میشه. با هم بریم ببینیم که این محله چجوریه، یعنی محله های جنوبی تهران به چه شکل شمالی. یکی میدونای بزرگیه که من دیدم این میدون و یه فضای خیلی جالبی هم ایجاد کرده. امیدوارم که دارن جگرفروشی و بستنی و به راست محله‌ایه که حالا با هم بریم جلوتر رو بهتر ببینیمش. خیلی از عزیزان ازم خواسته بودن که از اینجور محله ها براشون ویدیو تهیه کنم. یکم جلوتر دارم چند تا وانتی میبینم. بریم قبل اینکه بریم سمت این مغازه ها، بریم سمت اون وانته ببینم چی میفروشن، قیمتاشون چی جوریه و حال هواش چه شکلیه. ترتمیز بلواراش، یعنی واقعا رسیدگی میکنه شهرداری، قشنگ مشخصه. بله اومدم پایین. میبینید که اینجا داره عروسک میفروشه، هم با اصلا عروسک خوشگل، خیلی خوشگل بودن. وانته همه چی میفروشن دیگه. اینجا هم که پسته، زغال لخته، دلتون نخواد، هندونه، کیلوی 5 تومن، زغال لخته کیلوی 40 تومن، بادام زمینی هم نیم کیلوی 30 تومن. بدم حالا قبل اینکه وارد محلشی وانتی ها رو ببینید، وانتی همیشه ارزون تر میفروشن دیگه. حالا بریم داخل خیابون امام حسین بشیم که بیره سمت محله دیلمان. گفتم بهتون که شرق هم میره سمت ورامین و پاکدشت. همونطور که میبینید حالا این سر میدونا جیگرکی هم اینجا هست و این عزیزمون داره خواکس میزنه، دلتون نخواد. این برم که میبینید مغازه های آب میده فروشیه، چه دکور شیکی هم داره، آب نما داره میاد توشو، آب میوای تازه آلبالو 30 تومن 400 سی سیش، قیمتاش مناسب بود. خب بریم وارد خود محلشی. پیاده‌روی خوبی داره به نسبت فضای بلوارش، عالیه، فضای پهنی هست. ببینید بافت سنتی تر و حالا مذهبی تری هم داره اینجا به نسبت محله‌های دیگه. اینجا یه رستورانه، دکورش بود حالا جالب بود برام. مردم عشق بستنی خوردن تو این هوای گرم. گوجه کلی 12 تومن، مو 47 تا 800، قیمتش زیاد فرقی نمیکنه با جاهای دیگه.
این راسته هایی که همه چی توش پیدا میشه اینجا تباخیه، هیچی توش نیست. البته ساعت 8 شب ها پرنده فروشی، مرغش، فنج، توتی. تقریبا میتونم بهتون بگم این بافتی که من دارم میبینم اکثر تهران یه جورای شبیه این بافتو داره. مرغ بریون 130 تومن چون که زغال قلیان و وسایل مربوط به قلیان اون دست خیابونم دارید میبینید همه چی میفروشن. یه سری هم اون دست خیابون میزنیم با هم. جالب املاکی بود، چقدر مدرن و شیک بود. اینجا خونه دیگه متری 20 تا 30، حالا بعضی جاهاش ممکنه 35 باشه. حالا من نگاه کردم تو سایت این شکلی بود. حالا خونه ارزون هم داره تو بافتاییه مثلا قدیمی کوچه هاشی کنون، ولی جای خوبش متری 20 تومن تا 30 تومنه. متوسط خونه خیلی گرون شده تو تهران. یه الان ما منطقه 20 میشه گفت جنوبی ترین قسمت تهران، ولی باز میگم همیشه خوب و بد داره تو خود محله ها. سیستمی که همه چیز رو اینجا میشه پیدا کرد و من دوست دارم. دسترسی آدم به اینجا مغازه ها همه چی اینجا هست دیگه، هر چی که دوست داری میتونی تهیه کنی. کافه رستوران دلمی ظرفیت 70 نفر. صدای آهنگش هم که میشنیدی. واقعا خیابونه جذابی داره، همه چیز هست. حتی مردم دیوار دارم فروشگاه بزرگ لوازم خونگی هم اینجا میبینم که وجود داره. کانال جدیدم هم حتما دنبال کنید، مکانهای گردشگری و تاریخی رو براتون گذاشتم، لذت ببرید. لینکش تو اولین کامنت براتون قرار دادم. تقریبا میشه گفت دیگه به انتهای خیابون رسیدیم. یک کوچولو اون سمت هم بهتون نشون بدم از این محله. بیشتر خواستم یادی زنده کنم از اینجور محله های قدیمی که کلی تغییر کرده بافتش و شاید خیلیاتون با خیلی از خیابون های دیگه تهران اگه من نگم جنوب شهری نتونی تشخیص بدیم. خود منم نمیتونم تشخیص بدم، چه برسه به شما عزیزان دل. حالا نمیدونم خوبه یا بد، ولی خیلی جا مدرن شده. الان خودتون میبینید دیگه. همه آپارتمان از این دو چرخ قدیمی ها یادش بخیر.
اسمشو نمیدونم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود. چقدر دکورای شیکی. بچه بو قهوه ای میاد.